سلام بچه‌ها، روهنگیز هستم با آموزش یه تابلو تکسچر در خدمتتونم. قبل از شروع کار ازتون خواهش میکنم که ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا وقتی آموزش های جدید داخل کانال گذاشته میشه مطلع بشید. خب بریم سراغ آموزش این کار. برای این کار من از بوم به ابعاد 40x60 استفاده کردم. شما میتونید به دلخواه خودتون از هر ابعادی که تمایل داشتین استفاده کنید. رنگ زمینه این کار هم کاملا سلیقه‌ای من. توی این کار از ترکیب تکسچر بسکت، یه نوع خود رنگ مشکی، رنگ سفید اکرولیک و خیلی کم رنگ اوکر استفاده کردم. رنگمونو حسابی خوب با هم مخلوط میکنیم. حواسمون هستش که توی بوشه ظرفمون یا جایی رنگ نمونه که بعد از اینکه میخوایم روی کار اجرا کنیم یه تیکه بخواد رنگمون توی کار برای ما مشکل ایجاد کنه. بعد از اینکه حسابی رنگمون رو ترکیب کردیم و به رنگ مورد دلخواهمون رسیدیم، حالا نوبت به اجرای کار هستش. ما میتونیم تکسچر رو به کمک یک کاردک روی کار اجرا کنیم. همینطور میتونیم کل تکسچر رو روی کارمون بریزیم و به کمک یه دستکش یه لایه ناژاک از این تکسچر رو فقط برای اینکه یه رنگ زمینه و یه بافت تقریبا زبری داشته باشیم روی بوممون اجرا کنیم، که اینجا من مرحله دوم رو دارم کار میکنم و با ترجیح دادم که با دست کامل روی بوم این تکسچر رو اجرا کنم. به کمک دستکشم یه بافتای ریزی ایجاد میکنم روی سطح بوممون تا به اون زبری که باب میلم هست برسم. بعد از اینکه کارمون به اتمام رسید، ما باید یه فرصت بدیم که کارمون حسابی خشک بشه. نسبت به اون زخامتی که ما تکسچر رو کار کردیم، زمانی که باید در نظر بگیریم برای خشک شدن کار متفاوته. خب توی این بخش، بخشی هستش که این کار اجرا شده، یه لایه نازک از تکسچرمون. بعد از اینکه این زمان رو به تکسچر دادیم و حسابی تکسچرمون خشک شد، حالا میریم سراغ لایه بعدیمون. برای لایه دوم من از تکسچر سندستون استفاده کردم که همونطور که میبینید به کمک کاردک یک لایه دیگه از تکسچر سندستون روی کارمون که حسابی خشک شده، دوباره تاکید میکنم حتما باید کار حسابی خشک شده باشه، در غیر این صورت با هم ترکیب میشه و اون نتیجه که میخواین رو به دست نمیاریم. با تکسچر سندستون تقریبا یه بافتایی رو روی کارم ایجاد میکنم از بالا به پایین و از پایین به بالا. با کمک کاردک کار رو اجرا میکنم. بعد از اون میتونم با کاردک دستی و کوچیک به صورت تصادفی هر جایی که فکر میکنم که لازم هست از تکسچرمون استفاده میکنم و طرحی که باب میلم هست رو روی کار اجرا میکنم. این بخش از کار هم کاملا سلیقه‌ایه. برای اینکه ما بتونیم یه بافتی که به این صورت میبینید داشته باشیم، یکی از راه حلامون هستش که تکسچر رو روی کار میذاریم، برمیداریم کاردکمون رو از روی تکسچرمون برمیداریم، این رو به صورت ضربه‌ای روی کار میذاریم و آروم روی اون میکشیم که بتونیم اون بافتی رو که میخواییم به دست بیاریم. ببینید به این شکل من تکسچر رو با پشت کاردک برمیدارم، به صورت ضربه‌ای میزنم و آروم روی اون بخشی که ضربه‌ای زدم با کاردکم دوباره میکشم تا یه فضاهای خالی از زمینه کار مشخص بمونه برای من. برای مرحله دومم شما باز میتونید طبق سلیقه و خلاقیت خودتون از رنگ‌های مختلف استفاده کنید. من توی این بخش کارم مستقیما از رنگ خود تکسچر استفاده کردم. تکسچری که داشتم رنگ شیری روشن و یا کرم روشن بود که به نظرم رنگ مناسبی بود. خب بعد از اینکه کار با تکسچر سندستانمون تموم شد و به اندازه دلخواهمون از این ترکیب استفاده کردیم، برای گوشه کار من از ترکیب تکسچر بسکت و به اندازه مساوی رنگ سفید اکرولیک استفاده کردم. این دوتا رو با هم ترکیب کردم تقریبا به طوری که میخواستم یه رنگی با غلظت بیشتری داشته باشم، که به کمک کاردک توی قسمت گوشه کار اجرا کردم و یه جاهایی هم همونجور که میبینید
تو ویدئو به کمک دست و دستکش یه بافتی رو با ترکیب مورد نظرم اجرا کردم. شما میتونید این ترکیب رو با رنگ‌های مختلفی که مورد دلخواه خودتون هست اجرا کنید. بعد از اینکه این ترکیب و کار رو هم اجرا کردیم، باز باید فرصت بدیم تا بوم ما خشک بشه تا بتونیم برای مرحله سوم مجدد روی بوممون کار کنیم. هر جایی که احساس کردیم که لازمه که این فضا رو داشته باشیم و این رنگ رو داشته باشیم با کاردک اجرا میکنیم و در نهایت من به کمک کاردک پلاستیکی مستطیلی کوچولو یه بافتایی رو مجدد توی اون بخش ایجاد کردم تا بعد از خشک شدن گوشه کارمون بافت داشته باشه. بعد از اجرای این قسمت هم دیگه زمان میدیم تا کارمون حسابی خشک بشه برای اجرای مرحله بعدی. توی این قسمت خروجی کار بعد از مرحله دوم رو میبینین که گوشه کار رنگ سفید داره، زمینه کار رنگ فیلی و روی کار قسمت راست کار هم رنگ سندستانمون هستش. من توی این بخش تکسچر سندستانمون رو با رنگ سفید و اوکر و یه نخود مشکی ترکیب کردم، رنگ مورد نظر رو به دست آوردم، حسابی رنگو مثل مرحله اولی که کار انجام دادیم مخلوط میکنیم تا یک دست بشه. بعد از این تکسچری که به دست آوردیم به کمک کاردک روی کارمون، روی اون بخشایی که رنگ سفید اجرا کردیم رو با کاردک اجرا میکنیم و بافت مرحله سوم رو ایجاد میکنیم از طریق کاردک پلاستیکی. از بالا تا پایین کار رو میکشیم. خیلی اینجا نباید فشار دستمون زیاد باشه چون ما میخواییم که با فشار دستمون بافت ایجاد کنیم روی سطح کارمون. من سعی کردم که توی این مدل سه تا قسمت رو کنار هم کار کنم که ابعاد و اندازش یکی باشه، یعنی نسبت به ابعاد و اندازه کاردکم این تصمیم رو گرفتم و اون خطوطی که بینشون افتاد رو من توی این کار کاملا حفظش کردم چون دوست داشتم که اون خطوط باشن. خب بچه ها، نکته ای که توی این کار مهمه، ما از رنگ‌های مختلف تکسچر باید طوری توی کار استفاده کنیم که یک ترکیب بندی خوبی رو هم توی کل تابلومون داشته باشیم که بیننده بعد از دیدن تابلوی ما احساس بصری خوبی رو هم داشته باشه. بخشی که احساس کردم که نیازه که ما یه انتای اندازه از این رنگ تکسچر هم داشته باشیم رو به کمک کاردک فلزی کار کردم. شما هم طبق سلیقه خودتون میتونین کار کنین. همونجوری که میبینین رنگای سفیدی که زیر کار کرده بودیم بعد از اجرای کار ما، اجرای تکسچر ما توی مرحله نهایی به کمک کاردک پلاستیکی تا حدی از زیر کار مشخص میشه و این خودش زیبایی کار رو دوچند و در نهایت به کمک رنگ سفید و کاردکمون یه بخشی از کار رو بافت سفید اجرا میکنیم برای اینکه بتونیم یه هارمونی کلی توی کل کارمون داشته باشیم. موضوعی که مهمه برای زدن وارنیش حتما باید حداقل 2 هفته زمان بدیم که تابلومون حسابی خشک بشه به دلیل اینکه ما چند مرحله روی هم کار کردیم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع بشه و بتونم که توی روزهای آتی براتون آموزش‌های بهتری داشته باشم. خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش برام کامنت کنین. اگر سوالی و یا ایده‌ای داشتین و حتی اگر دوست داشتین که آموزش خاصی رو براتون ویدیو بگیرم و توی کانال بذارم، ممنون میشم که توی قسمت کامنت‌ها برام بنویسین. خیلی دوستتون دارم. تا آموزش‌های بعد، بدرود.